به نام حق و حقیقت. درود بر شما حقجویان گرامی. داشتیم راجع به برهان‌های وجودی صحبت می‌کردیم. نوبت رسید به برهان اورگاسم. برخلاف اسم زایه‌ای که این برهان داره، از لحاظ محتوایی یکی از قوی ترین و بهترین برهان هایی است که برای اثبات وجود خدا مطرح شده. اما چرا ما این برهان رو داخل برهان های وجودی دستبندی کردیم؟ درسته که برهانش اصلا یک نوع برهان منطقی نیست و نمیشه اون رو یک برهان وجودی دقیق به حساب آورد. اما چون که از تأمل در ذات خدا میخواد نتیجه بگیره که خدا وجود داره، ما اون رو داخل برهان های وجودی دستبندی کردیم. جلسه قبل یک اشاره کوچیکی کردم، گفتم که فحش دادن خودش یک نوع برهانه، اما نه برهان منطقی، بلکه یک نوع برهان احساسی. اصلا ببینیم که برهان یعنی چی؟ ما چرا از برهان استفاده میکنیم؟ زمانی که دو نفر با همدیگه در عقیده مختلف باشند، سعی میکنند که با استفاده از ابزارها و تکنیکهای مختلف عقیده خودشون را به همدیگه تحمیل بکنند. یکی از اصولی ترین و درست ترین روشها برای اینکه کسی عقیده خودش را به دیگری بقبولاند، استفاده از برهان منطقی است. اما معمولا مردم از این روش استفاده نمیکنند. چرا؟ چون هم استفاده از برهان سخت و دشواره و هم اون طرفی که حق با اون نیست نمیتونه از برهان استفاده کنه و معمولا منافع شخصی اقتضا میکنه بعضی وقتا که افراد روی نظریات باطل خودشون پافشاری بکنن. به خاطر همین از تکنیک های احساسی استفاده میشه، خیلی هم زیاد استفاده میشه و خیلی هم اثرش از اثر برهان و چیزهای منطقی دیگه بیشتره. شما تصور بکنید جوانی که از اول عمرش رفته داخل مجالس و هیئت‌های مذهبی و در تمام عمرش شنیده که مثلا به فردی از افراد تاریخی فحش و لعن و نفرین کردن و فردی رو بسیار مورد احترام قرار دادن. اگه کسی بیاد مثلا بعد 10-20 سال به این فرد بیاد بگه که نه، برعکس حقیقت و حق با اون فردیه که شما دارید بهش فحش میدید و اون کسی که دارید بهش احترام میذارید اون باطل بوده، این فرد نه تنها به شما گوش نمیده، بلکه ممکنه شما رو بگیره و از مورد ضرب و شتم هم قرار بده. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ به خاطر اینکه سالهای سال با فحش و لعن و نفرین نسبت به یک نفر قضاوت‌های احساسی کرده. اگر شما کسی رو تحقیر بکنید، خب معلومه افراد عادی به خصوص کودکان، به خصوص افرادی که به لحاظ ذهنی قوی نیستن، خب احساسات بر اونها حکومت میکنه. دوست ندارن که مورد تحقیر قرار بگیرن، دوست دارن که مورد تأیید دیگران قرار بگیرن. ناخودآگاه سعی میکنه به عقاید طرف مقابل خودش نزدیک بکنه تا از اون تحقیر فرار بکنه. پس یک وسیله میشه حتی تحقیر کردن، حتی فحش دادن، برای اینکه عقاید رو به دیگری بقبولانیم. و متاسفانه طرفهای باطل از این روش ها بیشتر استفاده میکنن و متاسفانه اثرش هم خیلی زیاده. اما اگر بخوایم وارد برهان های منطقی بشیم و فقط به برهان های منطقی بپردازیم، ما با برهان حد اکثر یقینی که در ما ایجاد میشه یقین نظریه. من اوایل بحث نقد برهان های اثبات وجود خدا بحثی رو مطرح کردم به نام مراتب دانش. یک بار دیگه اینجا به صورت خلاصه این بحث رو مطرح میکنم. دانش هایی که ما از اطراف خودمون به دست میاریم چند دسته تقسیم میشن. بعضی از علم ها هستن، بعضی از دانش ها هستن که ما به اونها شک داریم، یعنی نمیدونیم که گزاره صحیح هست یا نه. مثلا نمیدونیم الان توی خیابون جوونی داره راه میره یا نمیره، چون که ما نگاه نکردیم خیابون رو ببینیم که چنین فردی توی خیابون هست یا نه. بعضی از گزاره ها هستن که حس ما از شک بهش قوی تر هست، یعنی ما بهش گمان داریم. مثلا اینکه اتومبیلی داخل خیابون در حال رفت آمد هست در طول روز، ما به این مسئله تقریبا میشه گفتش که اطمینان داریم. البته یقین نداریم، یعنی نمیتونیم که سوگند بخوریم که همچین اتفاقی داره میفته، ممکنه کاملا اتفاقی خیابون خالی باشه. اما به صورت متداول ما میدونیم که معمولا خیابون خالی نیست و بالاخره یه دونه اتومبیل داخل خیابون وجود داره. از شک و گمان و اطمینان که ما بخوایم فراتر برویم، وارد مرحله یقین میشیم. یقین چیزی است که ما به درستی 100% باور داریم، یعنی احتمال خلاف نداره. یقین ها هم خودشون شدت و ضعف دارن، یعنی همه یقین ها از لحاظ حسی که در درون ما ایجاد میکنن یکسان نیستن. بعضی از یقین ها یقین های نظری هستن، مثل همین برهان های منطقی که ما استفاده میکنیم. ما صدایی رو از پشت در میشنویم، برهان میاریم، میگیم که هر صدایی تولید کننده ای داره، پس تولید کننده صدای الان پشت در هست. این یک برهانه.
ما بهش یقین پیدا میکنیم، یعنی با شنیدن این برهان درون ما حس یقین ایجاد میشه، اما یقین نظری، یقین علمی. اگه ما بریم در رو باز کنیم ببینیم که پشت در کیه و چی هست و چی داره صدا رو از خودش تولید میکنه، انسان ضبط صوت یک حیوانه، اون وقت ما یقین شهودی پیدا میکنیم، یقین تجربی پیدا میکنیم که از یقین نظری قوی تر هست حسی که در ما ایجاد میکنه. من یک کتابی میخوندم، یک کشیش مسیحی این کتابو نوشته بود، داشت نقل میکرد از خاطرات خودش با مناظراتی که با یک آتئیست داشت. میگفت آره من با این آتئیست 20 سال بیشتر مناظره میکردم از اقوامشون بوده و اون منکر وجود خدا بود و من میخواستم بهش اثبات کنم که خدا وجود داره با برهانهای نظری و او قبول نمیکرد، تا اینکه میگه یک تجربه نزدیک به مرگ این فرد پیدا کرد، همون فرد آتئیست، و درون اون تجربه نزدیک به مرگی که داشت خدا رو خودش با چشم خودش از نزدیک دید. بعد که برگشت و دوباره به حیات برگشت و زندگی خودش رو از سر گرفت، یکی از طرفداران پروپاگورس خداباوری شده بود و میرفت توی شهرهای مختلف کنفرانس برگزار میکرد و میگفتش که مردم بدانید و آگاه باشید که خدا وجود داره. حالا من برهان تجربه نزدیک به مرگ رو بعدا خدمت شما عرض میکنم، یعنی به اون میپردازم که تجربه نزدیک به مرگ برهان چیست و چگونه است، اما این رو بدانید که تجربیات نزدیک به مرگ یا حالا هر چیزی که از سنخ مشاهده باشه، حسی که در فرد ایجاد میکنه از حس برهانهای نظری قوی تر هست. یعنی کسی که خدا رو مشاهده میکنه، حالا ما کاری نداریم اون چیزی که دیده چی بوده، آیا واقعا خدا بوده نبوده، ولی خب یه چیزی بوده که اون فکر میکنه که خداست، یعنی یک چیزی از سنخ مشاهده برای اون فرد اتفاق افتاده. قطعا از هزار تا برهانی که ما بیایم بشینیم با عقل و منطق بخوایم برای اون فرد بیاریم اثرش بیشتره، چه بخوایم رد بکنیم چه بخوایم اثبات بکنیم. مشاهده خیلی قدرت داره، اما باز هم در مشاهده ما یک احتمال خطای بسیار ناچیزی میتونیم بدیم، چون حواس ما معصوم از خطا نیست. حواس ما ممکنه دچار اشتباه بشه، ممکنه ما طلسم بشیم، ممکنه جادو بشیم، ممکنه ما رو به هر نحوی دچار فریب در احساسات و ادراکات بکنن و چیزی که واقعا وجود نداره رو به ما نشون بدن. حالا بهترین مثالش مثال دنیای مجازی بود که ماتریکس من برای شما زدم. فرض کنید که تراشه‌ای رو درون مغز شما قرار میدن و اون تراشه میاد یه سری ادراکاتی رو به شما نشون میده، یا فرض کنید یه عینک سه‌بعدی رو چشمتون قرار میدید و شما یه تصاویری رو میبینید، واقعا که اون چیز وجود نداره در جهان خارج، فقط یک تصویر به ذهن شما داره نشون داده میشه، اما ممکنه اون تصویر به قدری واقعی باشه، به قدری با حس‌های دیگه همراه باشه و مچ باشه که شما حس بکنید که چنین چیزی واقعا وجود داره. ممکنه شما یک آتشی رو ببینید، همزمان حرارتی رو توسط المنت توی سطح بدن شما ایجاد بکنن و شما فکر کنید که واقعا اون آتش وجود داره در جهان خارج. خب پس یقین مرتبه دوم یقین شهودی هست، یقینی که قدرتش از یقینهای برهانهای نظری بیشتر هست. مشاهده خیلی قوی هست، مشاهده خیلی خوب هست، یعنی اگه شما بتونید چیزی رو به یک نفر نشون بدید دیگه لازم نیست برهان بیارید که اون چیز وجود داره. شما میخواید به یک نفر ثابت کنید که الان روزه، بهترین کارش اینه که به جای اینکه بشینید بگید که 12 ساعت به شب بوده الان 12 ساعت گذشته و هیچ شبانه روز بیشتر از 12 ساعت طول نمیکشه پس احتمالاً الان روزه، بهترین کارش اینه که دستشو بگیرید ببرید بیرون بگید خب نگاه کن ببین واقعا روزه. اثری که مشاهده داره روی وجود انسان از اثر برهان‌های نظری بیشتره. ما یک یقینی داریم که از یقین شهودی هم قوی‌تر هست، بهش میگن یقین وجودی، که دیگه احتمال خطا و شک هم در این یقین راه نداره. ببینید شما وقتی یک چیزی رو دارید می‌بینید، فرض کنید شما دارید یک توپ رو می‌بینید که رنگش آبیه، شما میتونید در این شک بکنید که ممکنه این توپ رنگش واقعا آبی نباشه، ممکنه شما کور رنگی داشته باشید، رنگ سبز رو آبی میبینید مثلا فرض کنید، اما در این که دارید رنگ توپ رو آبی میبینید نمیتونید شک بکنید. در این که شما الان دارید یک توپ آبی رنگ میبینید نمیشه شک کرد، چه شما جادو شده باشید، طلسم شده باشید، تراشه در مغزتون کار گذاشته باشن، یا اینکه واقعا توپی وجود داشته باشه، در هر حال وجود شما داره الان یک ادراکی رو درک میکنه. شما به این که توپ آبی در جهان خارج وجود داره یقین شهودی دارید، ممکنه اشتباه باشه، اما در این که دارید یک توپ آبی رنگ میبینید نمیتونید هیچ شکی بکنید. مردم به این که خودشون وجود دارن و هستن یقین وجودی دارن، البته ممکنه این رو هم بعضیا بیان جزء یقین‌های شهودی طبقه بندی بکنن، فعلا نمیخوایم به این جزئیات وارد بشیم، اما بعضی از فلاسفه این مطلب رو میگن، میگن علم ما به وجود خودمون، به این که ما وجود داریم، یقین وجودی است، از یقین شهودی قدرتش بیشتره، از یقین ما به سایر ادراکات ما بیشتره. حالا ما چه این رو بپذیریم چه این رو نپذیریم و بگیم نه علم ما به وجود خودمون هم جزء یقین‌های شهودی ما هست، یعنی اون رو هم یکی از ادراکات خودمون به حساب بیاریم، ادراک بسیار قدرتمندی است، از یقین‌های برهانی و یقین‌های نظری قوی‌تر هست حس ما به وجود خودمون. اگر شما بخواید برای کسی ثابت بکنید که خدا وجود داره،
ممکنه شما هزاران برهان بیارید و اون فرد باور نکنه، یا اگه بخواید شما رد بکنه که خدا وجود نداره، ممکنه شما صدها برهان برای رد وجود خدا بیارید و اون فرد اونها رو نپذیره، یا اینکه بپذیره ولی هنوز اندکی شک و تردید در وجودش باقی مونده باشه. اما اگر شما بروید خدا رو به یک نفر نشون بدید، یا از اون بالاتر شما خود اون فرد رو تبدیل به خدا بکنید، یعنی اون فرد خودش خدا باشه، آیا دیگه اون فرد در وجود خدا شک خواهد داشت؟ قطعا نه، چون فردی خودش خداست. یه خود خدا که در وجود خودش شکی نداره، که خود خدا هیچ وقت در وجود خودش شک نداره، یعنی تنها کسی که واقعا هیچ وقت به وجود خدا شک نمی‌کنه خود خداست. برهان اورگاسم تقریبا همچین چیزی رو میخواد بگه، میگه شما خودتون خدا هستید، فقط حواستون نیست، حواستون به چیزهای دیگه پرت هست. البته نمیگه شما خودتون خدا هستید، میگه شما میتونید در حالتی با خدا یکی بشید و وجودتون با وجود خدا یکی بشه و خدا رو احساس بکنید. خود خدا رو در واقع شما میتونید در اون لحظه تجربه بکنید، نه اینکه برید خدا رو مشاهده بکنید مثل تجربیات نزدیک به مرگ. در تجربه نزدیک به مرگ شما خدا نمیشید، شما خدا رو میبینید. این از اون هم قوی تره، میگه نه، شما خودتون خدا میشید در یک حالتی از حالتهایی که در زندگی برای شما اتفاق میافته، شما در اون حالت خودتون خدا میشوید، دیگه نمیتونید توی اون حالت به وجود خدا شک بکنید. در این که خودتون وجود دارید که شما دیگه نمیتونید شک بکنید. به این نکته دقت بکنید، برهان اورگاسم نمیخواد بیاد یکی از احساسات انسان رو اسمش بگذاره خدا، مثلا حس عشق، حس شادی، حس غم، یکی از احساسات وجودی انسان رو نمیخواد اسمش بذاره خدا، میگه این احساس یک احساس مجزاست. ولی در اون حالت، در حالتی که شما به اوج لذت از رابطه جنسی میرسید، شما ادراکاتتون از جهان هستی کم میشه و به حقیقت وجود خودتون توجهتون بیشتر میشه، چون که حقیقت وجود انسان طبق ادعای این برهان با خدا یکی هست. وقتی ما توجهمون از جهان خارج کم میشه و به حقیقت وجود خودمون توجه میکنیم، ارتباطمون با خدا قوی میشه و لحظاتی ما حس خدایی پیدا میکنیم، یعنی خودمون رو در اون چند لحظه ما خدا میبینیم. عرفانهای زیادی بر اساس این نظریه اومدن بنا شدن. تمام کسانی که در جهان هستی مدیتیشن انجام میدن، در واقع هدف همشون همینه. اینا دارن چیکار میکنن با مدیتیشن کردن؟ با مدیتیشن کردن میخوان ادراکات خودشون از جهان هستی رو کم بکنن. چشمهای خودشون رو میبندن، حس بینایی از بین میره. میرن توی اتاق ساکت بدون سر صدا، توی محیط آروم که ادراکات صوتی مزاحم نباشه. میرن تو جایی که امنیت داشته باشه، به خاطر اینکه حس ترس، حس ناامنی بهشون غلبه نکنه. روی جای نرم میشینن، به خاطر اینکه حس لامسه اونها رو اذیت نکنه. چند لحظه آروم میشینن، چند لحظه آروم میگیرن، به خاطر اینکه تنش هایی که داره به بدن ما، به وجود ما وارد میشه و ادراکاتی که ما داریم تهنشین بشه، سبک بشه، آروم بشه. حرف نمیزنن، به چیزی سعی میکنن فکر نکنن، فکر خیالات خودشون رو سعی میکنن قطع بکنن، چیزی که ما در عرفان بهش میگیم نفی خواطر، یعنی خاطره ها و فکر خیال خودشون رو سعی میکنن با ریاضت های ذهنی از بین ببرن. در یک محیط ساکت و آرام ذهنی و فیزیکی خودشون رو قرار میدن و توجه خودشون رو به اصل وجود خودشون زیاد میکنن و حس مطبوعی پیدا میکنن، حس شیرینی پیدا میکنن. اگر این حس لذت بخش نبود، عرفان های نمه گسترش پیدا نمیکردن. این حس، حس لذت بخشیست. تمام کسانی که به مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی میآورن، با مواد مخدر، با مشروبات الکلی انسان مغز خودش رو دچار اختلال میکنه، ادراکات ما از جهان خارج کم میشه و ادراک ما، حالا به همون، به گفته همین اهل عرفان، به اصل وجودمون که همون خدا باشه بیشتر میشه و ما در واقع وقتی که یک مشروب الکلی درصد بالا مصرف میکنیم و از خود بیخود میشیم و ادراکاتمون از دست میره، در واقع لحظاتی ما خدا میشیم. زمانی که ما در حالت کما قرار میگیریم، زمانی که ما حالت اورگاسم رو تجربه میکنیم، در اون لحظه ما برای لحظاتی خود خدا میشیم. در اون لحظه اینا در واقع خدا رو اون تعریف میکنن، میگن خدا همون حسی است که شما در اون لحظه دارید، اون حس خدا نیست. من اشتباه گفتم، شما در اون لحظه خودتون خدا هستید و وجود خودتون رو حس میکنید، یعنی وجود خدا رو حس میکنید در اون لحظه. در واقع میگه شما همیشه خدا هستید ولی حواستون به این نیست، شما حواستون به ادراکات دنیوی پرت شده، به ادراکات مادون دنیوی حواس شما رو پرت کردند. شما موجودات والا مقامی هستید، شما وجود الهی دارید، خدا از روح خودش در شما دمیده است. نفخت فیه من روحی، یعنی من از روح خودم در شما دمیدم. شما اگه به وجود خودتون توجه بکنید، میتونید خدا رو در درون خودتون بیابید. دیگه در اون لحظه شما یقین وجودی به خدا پیدا میکنید، یکی از قوی ترین یقین ها به خدا رو شما در اون لحظه میتونید پیدا بکنید. خب همونطور که مشاهده کردید، برهان برخلاف اسم عجیبی که داره،
برهان قوی هست، یعنی نه اینکه برهان منطقی باشه، برهان منطقی نیست، ولی باور به خدا رو در مخاطب ایجاد میکنه، به خصوص اگه مخاطب رابطه قوی داشته باشه و حس ارگاسم شدید رو تا حالا تجربه کرده باشه، حسی که مثلا از خود بی خود شده باشه، گریه کرده باشه و حالت مستی بهش دست داده باشه، ممکنه که به یک خدا باور خیلی قوی تبدیل بشه فرد با این برهان. اما نقد این برهان چیه؟ آیا واقعا خدایی که در ادیان هست همین حسی است که ما در زمان ارگاسم تجربه می‌کنیم؟ آیا اوصافی که برای خدا در ادیان نقل شده، خدایی که جهان هستی رو آفریده، خدایی که بهشت و جهنم رو آفریده، خدایی که به مردم دستوراتی داده که باید اونها رو عمل بکنن و اگر انجام ندن اونها رو عذاب میکنه، اگر انجام بدن اونها پاداش میده، خدایی که پیامبران رو مبعوث کرده و برای مردم ارسال کرده، آیا اوصاف این خدا با اون حسی که ما در اون لحظه از خودمون پیدا میکنیم یکیست؟ آیا حس علم بی‌نهایت، حس وجود بی‌نهایت، حس قدرت بی‌نهایت در اون لحظه ما این حس ها رو داریم؟ اگر من در اون لحظه بخوام چیزی رو خلق بکنم، میتونم مثلا یه دونه سیب تو اتاق خودم کنار دست خودم خلق بکنم؟ اگر در اون لحظه من بخوام موجودی رو از بین ببرم، یعنی خداوند که میگن هر کسی رو میتونه زنده بکنه و هر کسی رو میتونه از بین ببره بمیراند، من میتونم مثلا مرغی که داخل حیاتم هست رو روحش رو قبض بکنم، قبض روح بکنم در اون لحظه و بکشمش مثلا با اراده خودم، نه اینکه توهم بزنم واقعا این کارو بتونم انجام بدم. اگر من لحظه خدا بشم، باید وجود خدایی پیدا بکنم. در قرآن هست حضرت ابراهیم به خدا گفتش که خدایا من میخوام ببینم که تو چگونه مرده ها رو زنده میکنی. خدا بهش گفت چند تا پرنده رو بکش، بذار سر تپه، بعد اراده کن اونها زنده میشن، اونها زنده میشن. بله، اگر من مثل حضرت ابراهیم و اون داستانی که در قرآن ذکر شده بتونم چند تا حیوان رو بکشم با اراده خودم یا چند تا حیوان رو زنده بکنم با اراده خودم، اون وقت بله من یقین پیدا میکنم که من خدا هستم. اون وقت یقین میکنم که حداقل در اون لحظه من خدا شدم و خدای وجود داره که من در اون لحظه با اون خدا یکی شدم. اما حس لذت جنسی که ما در رابطه جنسی تجربه میکنیم، واقعا با اوصاف که در ادیان از خدا مطرح شده متفاوت هست. ما در اون لحظه حس وجود بی‌نهایت نداریم. درسته که ما در اون لحظه حس گیجی و منگی و مستی بهمون دست میده، ولی وجود بی‌نهایت معنی دیگه‌ای داره. ما چون ترک درستی از بی‌نهایت نداریم، نمیدونیم که معنی وجود بی‌نهایت یعنی چی. خدا باید بی‌زمان باشه. ما در اون لحظه بی‌زمان نیستیم. اگر بی‌زمان بودیم از اون لحظه خارج نمی‌شدیم. ما اسیر در زمان هستیم. ما در زمان ارگاسم بی زمان نمیشیم، فرازمان نمیشیم. حس خدایی نیست اون حس. درسته که حس زیبایی است، اما اینکه اون حس رو به عنوان خدا تعریف بکنن و به مردم بگن که اون حس خداست، وجود شما در اون لحظه به خدا گره خورده و شما دارید خدا رو تجربه میکنید، این دروغه. شما در اون لحظه ممکنه دارید خودتون رو تجربه میکنید، ممکنه شما دارید یکی از لذت‌های درون خودتون رو مییابید، یکی از حس‌هایی که درون مغزتون هست، یک هورمونی که درون مغزتون ترشح میشه، دارید اون رو تجربه میکنید. بله، شما دارید وجود خودتون رو تجربه میکنید، ولی اون حسی که شما دارید حس خدا از خودش نیست. بر فرض که خدایی هم وجود داشته باشه، اون حسی که شما در زمان اورگاسم دارید با حسی که خدا از خودش داره کاملا متفاوته. این که شما بیاید این رو به نام خدا نامگذاری کنید، این اشتباه محض. نامگذاری شما اشتباه، تعریف شما از خدا تعریفی که ادیان از خدا دارن نیست. اینم برهانی بودش که تقریبا میشه جز برهانهای وجودی طبقه بندی کرد، چون در واقع به نوعی از تأمل در ذات خدا و میگه به وجود خدا توجه بکن، داریم نتیجه میگیریم که خدا وجود داره. من دیگه بقیه برهانهایی رو که پیروان آنسلم از تغییر دادن در برهان آنسلم ایجاد کردن رو برای شما نمیخوام بگم، چون هیچ تفاوت اصلی با برهان آنسلم نداره، نقدش هم هیچ تفاوتی با اون نداره. من سعی میکنم برهانهای دیگه مثل این برهان، مثل برهان تجربه نزدیک به مرگ، مثل برهان فطرت، اینها رو بیام جز برهانهای وجودی برای شما مطرح بکنم، تا شما با انواع دیگری از برهانها آشنا بشید که برهان منطقی نیستن، یه چیز شبیه فحش دادن هستن، یه چیز شبیه تحقیر کردن هستن، فقط باور به خدا رو در شما تقویت میکنه، ولی واقعا برهان منطقی نیست. یعنی نمیشه این دو جزء برهانهای منطقی طبقه بندی کرد، اما ممکنه همین شبه برهان تعداد زیادی از انسانها رو خدا باور بکنه، به خصوص اگر فرد در اون لحظه حس لذت بخش رو تجربه کرده باشه. اتفاقا حس خوبی هم از خدا پیدا میکنیم، یعنی حس میکنه که خدا موجود خوب و لذت بخشی هم هست، یعنی نه تنها که به وجود خدا باور پیدا میکنه، بلکه خدا را هم موجود خوبی تصور میکنه. بسیار خوب، این برهان هم با نقدش به پایان رسید. امیدوارم همواره در زندگی شاد و سربلند و پیروز باشید. بدرود.